گنگ یک فور آل تایم، من کافم و اینجا بنده یک. سلام رفقا، امیدوارم حالتون عالی و فوق العاده باشه، با اینکه میدونم خوب نیست. امیدوارم 10 دقیقه بتونم از اون حال براتون درتون بیارم. پر امید باشید. آزادی خیلی نزدیکه بچه‌ها. امروز اومدم یه مقایسه خیلی عجیب بکنم، دریل ایرانی پرژن دریل و دریل آمریکا، یو اس دریل، یو کی دریل، نه یو اس دریل، فقط دریل آمریکایی. قرار با هم دیگه مقایسه بکنیم، ببینیم کدوم دریل بهتره. چند تا موزیک کنار هم قرار بشنویم، نمره بدیم با هم و در انتها آقا بگیم دریل ایرانی بهتره یا دریل آمریکایی. امروز ایران با آمریکا بازی داره و قراره توی رپ هم ببینیم ایران برده یا آمریکا، البته توی بخش دریل. و حالا فوتبالش هم امشب بشینید ببینید حتما، و حتما کامنت بکنید دوست دارید ایران امشب برنده باشه یا بازنده، و دلیلش هم بهم بگید، چون که خیلی دوگانگی وجود داره. سر جام جهانی من یه نظر دادم توی استوری اینستاگرام که کلی فوش خوردم، اینجا میخوام دوباره بهتون بگم این داستانی که تیم ملی ایران منفور شد بین مردم، حس میکنم کاری بود که نظام خودش میخواست انجام بده، که ما دوست نداشته باشیم این تیم ملی. و فقط یادتون بیارید دیگه، جام جهانی 2018-2014 ما از آرژانتین باختیم، باخت خفیف، کل مردم ریختن بیرون، خوشحالی کردن. ما از با پرتغال مساوی کردیم، صعود نکردیم، کل مردم بیرون بودن، خود منم اون روز بیرون بودم. اون موقع می ریختیم بیرون، نمیذاشتن شادی بکنیم. بازی مراکش ایران که تمام شد، من خودم رفتم بیرون تو میدان ولیعصر، گفتم پاشید برید خونه هاتون، شادی برای چی. امروز که من مردم منفور کردن، گارد ویژه رو میریزن بیرون که ماها بشینیم بگیم اوکی، اینا همشون طرف اونان. و یه سری شیطنت هم که مثلا اون خبرنگار تسنیم که اون عکس روز به چشمی پخش کرده بود که داره تعظیم میکنه، همه اینا حس میکنم یه چیز برنامه ریز شده بوده که جام جهانی رو از مردم بگیرن. من حالا نظر اصلی رو تهیه میدو بهتون میگم، حتما یه کار ضروری ندارید، تو خونه هاتون بمونید، یه ویروس جدید اومده که شما بهش مبتلا نشید. برو بریم تو این ویدیو. ویدیو از چنل گلدن استریت بچه ها، لینکش رو میذارم داخل دیسکریپشن که قراره موزیکال بشنوید. برو بریم. ای التیجی، اولین موزیک از آمریکا، برو بریم ببینیم ایران تو راند اول میزنه یا آمریکا. ای دراپ داره. ای بیشتر اپوزیشن. او مای گاد، یوش کردم الان داره ببین. گل سرسوار دریلای فارسی و همه اول گذاشت. این با یک ترک دیگه گل سرسوار داشت مثلا، نبض سروش. مافیا منو دوست ندارن چون اصلا انقدر این ترک خوبه، من عاشق مازندران شدم. من هیچ گنده ای نمیدم تکس، بیشتر اپوزیشن. ای تو اولی به نظر من سروش هاجی، من اصلا هر چی جوری این ترک بیاری میگم نبض سروش، بد جوری کر است. بریم بعدی. اوف نه منظورم ترک بود، اوف منظورم ترک بود. اوف شک دیس دیس. این یه آرتیست ایرانیه بچه ها که احتمالا نشناسیدش، بیشتر تو مارکت اون برکار کرده. این ترک سیاسی همین چند وقت اخیر داد که خیلی ترک خوبی بود، ولی ایرانی. اینجا آمریکایی‌ها رو بیشتر بودم حاجی. یک برو بریم. آب سموک، سلطان دریل، سلطان دریل. من کیو می‌خوام سر تنبم بگو چهم تن بچه‌های غرب تهران. بچه‌های غرب تهران هستم خودم، بچه غرب هم، بچه‌ها the west. برو بریم. آب سموک. اوی اوی، این دومین ترک دریلی که هستم، فقط ورس تونی البته. فن شو تنس این باز را دریل فارس نمیدیم بی کردیت کارت، چارت هم سردش بچه تهران، دنبال آمارمی بگیره سلام پاپه اسمم بعد اینجا. ولی پاپ اسموک، ولی پاپ اسموک با اینکه پدر دریل این ور بود، پدر دریل فارسی، اما پاپ اسموک من کلا تو دریل خیلی قبول دارم. او مای گاد، این موزیکو حتما همتون تو اینستاگرام شنیدید. سی جی برو بریم. اوپه ای همه تون موزیکو شنیدید، بد جوری اوکی کوچیک بودی برای پوریا، برای همه پیشرفته، برای من درجا میزدم پروژه بریزونه پشماتو با یه لنوو جی 550 اوه الان کاستوم لباس پوری با سی جی. سی جی دیگه دو یک آمریکا کیف لاک به او کجا مثل منو دیدی باسته ماشالله میخورم توی کلینیک میرم به تارپت با بنز کلاس. این فیت از اون فیت های چرسو که پاپولوژیست، همون فیت هایی که 20 سال دیگه میای بابا اینو با هم فیت داشتن که سیکو میبینی سیسو با پارتو میری. ولی بازم آمریکا سه یک آمریکا. کاردی بی، چون کاردی بی گندم بذاری بچه ای
کاردی بی رو من کلا نیستم بچه‌ها موزیکاش، یعنی اصلا سلیقه‌ام نیست، ولی گندم اجور چرا هی کوری گندم لا ست تو استوری یا نزدیک اگه دل خوری فقط کافیه به ما بسوری. قطعا گندم. کاردی بی کی هست اصلا؟ اوف امیر بابا نداره فایده بیت بود تو فقط ریپورت دیدی چون ایست لفات اصلا کی رفت تو اینستاگرام بیا اینجا که میره توت بیستا کارد. ای اینجا هم یوکی من یو اس بیشتر هستم دیگه چهارده. واقعا ما خوبی، ما واقعا دریل فارسی داره خوب جلو میره و اون دریل اونور رو دیدن آموزش دیدن اومدن دارن اجرا میکنن، فقط چون زبون اون فارسی اونقدر نمیتر که یه سری شرک ها مثلا چه میدونم واسکوت واسکوت کنم همه تون شده باشید، دریلی بود که ترکید همه جا، مثلا اون چون انگلیسی بود بعد جوری ترکون. من حس میکنم زیر تونی وان کیت کسی که میتونه تو صنعت یوکی دریل بعد جوری بهتر کنه. حالا یه ویدیو اگه دلتون بخواد جای یوکی دریل هم هستم، اینا بچه های یوکی دریل انگلیس نیستن، اینا فقط آمریکایی هم بچه ها بهتون گفتم برو بچه. اصلا از این بسته تکرار نمیتونم آمریکایی اکی هرشی یکی هرشی هم باز اون ور بود حله وا تموم شد و رفت. یه سری موزیک دریل آمریکایی دریل فارسی گوش کردیم، سر شد هر آرتیست هم یه دونه موزیک بیشتر نذاریم دیگه، بیشتر از این موزیک فکر نکنم باشه. یه سری دریل دیگه هم هست از مهراد تیدن و حسین و این داستانه که اونا رو فعلا فاکتور بگیریم و میذاریم شما برای پارت بعدی. اگه دلتون میخواد پارت بعدی با یوکی دریل مقایسه بکنیم حتما حتما بگید. به نظر من تو این ویدیو تی دریل خب یو اس میزنه دیگه، اصلا اینکه حرفی نیست، ولی واقعا دریلای فارسی خیلی قویان. حالا هنوز اول یه سال هم نمیشه که دریل فارسی اینقدر مود شده، ولی توی یوکی توی یو اس از سال 2014-2016 دریل یه جوری ترکون که اصلا بوم کالچر رو عوض کرد. حتی اون سالا توی آمریکا و انگلیس، توی ایران هم همین کارو کرد، واقعا اومد و یه انقلاب عجیب غریبی داره انجام میده. به نظر من تو چند سال دیگه بعد جوری میتره که سردمداراش هم 3-4 نفرن کلن دیگه. بخوام مثال بزنم سوشی پاپولوژیست، بخوام برای دریل بگم توی فقط ژانر دریل، اول دریتونی وانکیت بدون شک توی ایران، بعد سروش و پوری و چرسی خیلی هستمشون، زیادم هستم. ولی تو کل نسل 4 حالا اگه بخوام نسل 4 رو بگم حالا فرق کنه دیگه، این ترتیبه، صرفا دریل گفتم این داستان. سر داستان فوتبال امشب بچه‌ها حتما حتما کامنت بکنید پیش بینیتون رو. به نظر من ایران میبره، سود میکنه، پیش بینی من حقیقت، و دوست دارم این اتفاق بیفته با اینکه یه سری پیامدهای بدم قرار داشته باشه چون مصادره شده این تیم ملیه، ولی حقیقتو نمیشه جدا کرد از این داستان. فقط بازی نخورید بچه‌ها، به هم دیگه گیر ندیم. تیم ملی فوتبال انقدر چیز مهمی نیست در برابر اون هدفی که ما داریم، پس بازی نخوریم، نه با هم دیگه بحث بکنیم سر اون داستان، داستان مهمی نیست، بگذریم ازش. یه دور فوتبال می‌بینیم، فرداش کار خودمون می‌کنیم. مرسی از اینکه رو تامل من کلیک کردی، لایک کامنت سابسکرایب یادت نره. انیمیشن ایران آزاد پخش شده پریروز، حتما برو ببینش، استقبال واقعا ازش کم بود، ولی بازم قراره بعدش بیاد. قرار انیمیشن های قدیمون هم شروع بکنیم دوباره، انیمیشن بنده یک، انیمیشن تاج و رب. به شدت خودم مشتاق این داستانم، بنده یک و فراموش نکنید.